کلیساهای آلبانیایی ردپای باستانی ملت ما. آلبانیای قفقاز که با تاریخ باستانی، تمدن و ادبیات خود همواره مرکز توجه مورخین دنیا بوده است، یکی از نواحی بوده است که دین مسیحیت برای بار نخست در آن رواج یافته است. مطابق منابع تاریخی در سده نخست میلادی، میسیونرهای مسیحی از اورشلیم و سوریه به این منطقه آمده و به تبع آن جامعه مسیحی در این منطقه شکل گرفته است. مطابق منابع تاریخی کلیساهای آلبانیایی وابسته به کلیسای اورشلیم و خلیفه‌گری اورشلیم بوده است. در کتاب تاریخ کشور آلبان نوشته موسا کالانکاتلین که به دستور جوانشیر به رشته تحریر درآمده است، اطلاعات مبسوط‌تری در این خصوص ارائه شده است. در این اثر تاریخی عنوان گردیده است که یلسین مقدس که شاگرد فادین بوده است، معبد کیش را در این خطه از قفقاز احداث نموده. در این اثر ذکر گردیده است که این نخستین مرکز معنوی ما و یکی از نخستین منابع تابش نور ما بوده است. همچنین در این اثر اعلام گردیده است که یلسین در نزدیکی شهر شکی زندگی می‌کرده و در همان جا نیز مدفون است. رواج مسیحیت در آلبانیای قفقاز مدت‌ها پیش از آن که شاخه ارمنی کاتولیک در از مسیحیت شکل بگیرد شکل گرفته بوده و در نامه‌ای که اسقف ارمنی آورام با آلبان‌ها نوشته است نمود خود را پیدا کرده است. او ذکر می‌کند مرکز اداری مسیحیان آلمان که قدیمی‌تر از ما نیز هست با ما، یعنی ارامنه، همفکر است. بر اساس نتایج تحقیقات انجام گرفته در خصوص آلبانیای قفقاز، در حد فاصل سده‌های 5 تا 8 میلادی تعداد 12 اسقفی آلبانیایی در این خطه فعالیت داشتند. کابالاکا که در قبله واقع بوده، قاشوعا، یوتا، آماراس، تسری، بولاسکان که در شکی واقع بوده، گیردیمان، متیس، قومانک، متس، ایرانک، هاباند، پارتاو که در برده واقع بوده و گنجسر که در کلبجر بوده است. در آثار بسیاری از مورخان میتوان به وضوح نشانه های تلاش های ارامنه برای ارمنی سازی کلیساهای آلبانیایی را مشاهده نمود. بر اساس فرمان نیکولای اول امپراتور روس به تاریخ 11 مارس 1836 میلادی که در تاریخ 10 آوریل 1836 به تایید سنای روسیه نیز رسید، کلیسای حواری آلبانیایی تحت تابعیت کلیسای گریگوری ارمنی درآمد. از آن پس کلیسای آلبانیایی استقلال خود را از دست داد. پروفسور ایلیا پولویچ پتروشوفسکی در پژوهش‌هایی که به عمل آورده است با استناد به شواهد انکارناپذیر به این نتیجه رسیده که ارامنه در طول تاریخ به دنبال ارمنی سازی کلیساهای آلبانیایی و از میان برداشتن مفهومی به نام کلیساهای آلبانیایی بودند و می‌خواستند آن را با کلیسای ارمنی جایگزین سازند و در این راسته همواره فعالیت‌های هدفداری را پیگیری کرده و بی‌وقفه این هدف را پیگیر بودند. در حالی که کلیساهای موجود در قفقاز هیچ ارتباطی به تمدن ارمنی نداشته و ندارد. مورخ مشهور ارمنی نیکولاس آدونیس در تحقیقات که به عمل آورده به این نتیجه رسیده است که ارامنه هیچگاه و در هیچ دوره‌ای از تاریخ هیچ نفوذی در قره‌باغ کوهستانی نداشتند. شرق‌شناس مرحوم زیا بنیادوف به هنگام تحقیق بر روی آثار الوکیلی مورخ قرن 7 میلادی عرب زبان که به حقایق تاریخی انکارناپذیری برخورد نموده است، چنین برداشت نموده که قبل از حمله خلیفه اموی معاویه به آلبانیای قفقاز، او به الجرحومیه دستور داده اطلاعاتی را در خصوص قبائلی که در آن سرزمین زندگی می کنند و آداب و سنن و زبان آنها گردآوری نماید. نتایج تحقیقات به این گونه بوده است که تمامی مردمی که در آن خطه زندگی می کنند اقوام ترک زبانند. بر اساس نتایج پژوهش‌های پژوهشگران آلبانیایی قفقاز، کاتالیکوس آلبانیای قفقاز در سده های 4 و 5 میلادی در صومعه چولا واقع در دربند، در سده های 6 تا 7 در صومعه برده، در سده های 8 و 9 میلادی در صومعه یلیسی مقدس آغدره، در سده های 10 و 15 میلادی در صومعه خداونگ و در سده های 15 تا 19 میلادی در صومعه گنجسر واقع بوده است. بر اساس نتایج پژوهش های باستان شناختی، قوم شناختی، مردم شناختی انجام گرفته، مشخص گردیده است که آلبانیای قفقاز
نقش بزرگی در شکلگیری جمعیتی مردم آذربایجان ایفا نموده است. قهرمان اصلی حماسی مشهور آذربایجان کتاب دد قرقد قالن اوغوز بوده است که سرکرده ایل اوغوز هم بوده و پشتیبان اصلی وی سالور قازان قهرمان بوده است که سرکرده آلبانی های قفقاز بوده است. این مشخص کننده این حقیقت است که روابط میان آلبان آذربایجان ریشه در اعصار و قرون بسیار دور دارد. در تاریخ باستان آذربایجان مشخص گردیده است که دین اجداد آذربایجانی ها مسیحی آلبانیایی بوده است و در آن زمان شاخه های ایل اوغوز به این دین باور داشته و در کلیساهای آلبانیایی آذربایجانی واقع در این خطه همانند ونگ مدد به عبادت مشغول بودند. صومعه هایی همچون کیش واقع در شکی، خداوند، گنجسر واقع در کلبجر، گرمک، لکیت قوم واقع در قزاق، آوی واقع در قزاق، چوتاری واقع در قبله و غیره که هزاران سال است در این خطه از آنها حفاظت شده است، تا به امروز هم مردم آذربایجان آنها را حفاظت و پاسداری می‌کنند و دولت آذربایجان نیز سیاست دولت آذربایجان نیز بر این است که این آثار باستانی و بسیار ارزشمند را برمت حفاظت و بازسازی و نگهداری نماید.